خانم ها، آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. به مناسبت 40مین سال استقرار روزخان ها و ملاها در ایران و برنامه های مشعشعانه ای که این روزخان ها پیاده کردند و میهن ما رو تبدیل کردند به یکی از بهترین کشورهای جهان، ادعاهای خودش، آزادی به تمام معنی در سراسر ام القرای اسلام برقرار، زندان ها خالی است، سفره های مردم پر از مواد خوراکی گوناگونه، روابط ایران با همه همسایگان در صلح و برابری و دوستی است، مردم ایران آزادی کامل دارن در بیان عقایدشون، روزنامه ها آزادن و مردم می توانن با درک درست و صحیح و شناخت نمایندگان خودشون رو به پارلمان بفرستن. اگر هم یک ولایت فقیه وجود داره، تشریفاتیه، او تابع رأی مردمه و کسانی که در دستگاه های مختلف قرار گرفتن همه تمام مدت وقتشون رو صرف بهبودی مردم میکنن و برنامه هایی که برای زندگی بهتر مردم ایران هست. اینا، این چیزایی که گفتم براتون، همه خواب و خیال عمیانان گرامی. همه اینا رو برعکس کنید، میشه جمهوری جهل و جنون آخوندی. یه چیزی رو باید بهش اضافه کنید، دروغگوهای قهار، از رهبر مرحولشون خمینی گرفته تا نماینده برحق و جانشین برحقش، این مردک رهبر چاهوکشان جهان. تمام وقت و کوشششون اینه که چطور مردم رو سرکوب کنن، چطور به مردم دروغ بگن، یعنی هم او هم این، و چه کار بکنن ثروت‌های مردم ایران رو غارت کنن. برای اینکه یک کشور و مردم ساکت وجود داشته باشه، بایستی تمام دستگاه‌های امنیتی و سرکوب به تمام معنی تقویت بشن و به جان مردم انداخته بشن. تا به حال چندین بار شنیدیم از این لشوش و وحوش فعلا حاکم در سپاه پاسداران، از محسن رضایی گرفته تا اون همدانی، سردار همدانی، سردار قاسم سلیمانی و بقیه، که برای استقرار نظم، یعنی قبرستان، باید دیوار وحشت رو هر چی میتونیم بالاتر ببریم و هر کس نیق زد سرکوبش کنیم، بکشیمش، شکنجهش بدیم یا زندانیش کنیم. حالا میتونه این زن باشه، میتونه از معلمین باشه، از کارگران باشه، از کشاورزان باشه، از روشنفکران باشه، از دانشجویان باشه، فرق نمیکنه. هر کس، حتی از دراویش گنابادی باشه، از طرفداران آیت الله نمیدونم کاظمینی بروجردی باشه که دوازده امامیه، اصلا شیعه بسیار از اینا معتقدتره، ولی باید سرکوب بشه. چرا؟ برای اینکه میگه اسلام سیاسی، اسلامی که حکومت در دستشه، نباید وجود داشته باشه. و اینا میگن نه، خمینی هم میگفت نه، خمینی هم گفت اسلام تنها دینیه که حکومت میکنه و برای حکومت قانون داره. اینا رو خمینی میگفت.
در کتاب جمهوری اسلامیش هم نوشته، در کتاب ولایت فقیهش، نعل به نعل اشاره کرده، البته با اون اراجیفی که سرهم کرده، که چگونه در یک کشور مسلمان دارای ولایت فقیه مردم میتونن خوشبخت باشه. البته در نوشته فقط، همونطور که در نفلشات ها هم میگفت، چنون باغ بهشتی به ما نشون داد و چنان حکومتی به مردم ایران عرضه کرد که آدم میگفت آقا کی میشه این زودتر این حکومت بیاد. یه فیلمی هست امروز براتون پخش میکنم، حالا چند دقیقه دیگه، مال بی بی سیه، ولی حالا یه گزاری داره به حکومت جمهوری اسلامی، بد نیست، تجدید خاطره است، حالا آدم ببینه، بد نیست اون صحنه های گذشته رو. حالا که دیگه مشخص شده، اسنادی که در اومده نشون میده که اینا ارتباط مستقیم داشتن با جریانات خارجی، یعنی خمینی و دوروریاش ارتباط داشتن با سیاست‌های آمریکا و با دولت مردان آمریکایی و با غرب، و بعدم معلوم شده اینا در پس پرده چه مذاکراتی انجام دادن و چه کارهایی کردن، و وقتی که قدرت رو در دست گرفتن درست نقش برعکسش رو بازی کردن، نقشی که به قیمت نابودی میهن ما داره تموم میشه. همین وحوش فعلا حاکم در سپاه پاسداران و نمیدونم قسمت‌های از ارتش، میبینید دیگه حرفایی میزنن که بسیار خطرناکه. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت پوتین، باید گفت دیگه، چون روسیه تبدیل شده به پوتین، نه تنها روسیه بلکه بسیار از این کشورهایی که پشت پرده آهنین بودن به اصطلاح، بعد از اینی که به آزادی رسیدن میبینیم دوباره همون رهبران سابق حزب کمونیست ها آمدن چماق گرفتن، شدن کشورهایی که دولتهایی که طرفدار دموکراسی هست، مردم سالاری. در آذربایجان یا کنی علیفا رو، در قزاقستان، قرقیزستان، نمیدونم روسیه سفید، در خود روسیه آقای پوتین. ببینید چند ساله با بازی که در آورده، نخست وزیر عوض میشه، خودش میشه نخست وزیر، اون میشه رئیس جمهور، دوباره انتخاب میشه، ما دام العمر دیگه، چماق هم گرفتن. حالا منظورم اینه تمام این کشورها سیاستاشون اینه که منافع مردم سایر کشورها رو زیر پاشون له کنن برای منافع شخصی خودشون، برای منافع کشورشون. نگاه کنید به سیاست‌های جمهوری اسلامی، به جز نزدیکی با چین و روسیه، ما کوچکترین دوستی در منطقه نداریم، و اینا درست سر اونجا که منافعشون ایجاب میکنه زد و بند میکنن تو دنیا. اگر یک جا از ایران طرفداری میکنن، ده ها جا از ایران میدوشن، منافع مردم ایران رو میدوشن. فیلمی هست گفتم براتون در مورد انقلاب ایران و آنچه که گذشت. این فیلم یه مقدار طولانیه ولی جالبه، ازتون دعوت میکنم به این فیلم توجه بکنید، ببینید این فیلم جالبه. اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ ایران، خیزشی بزرگ با حضور طیف‌های مختلف سیاسی و توده مردم، شورشی سهمگین که حکومت را مستأصل کرد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تعویض بی حاصل چهار دولت طی چهار ماه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میستم که این کار نشه. حرکت شتابان انقلاب پشت سر یک روحانی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
ارتش از خیابان‌ها عقب نشست. انقلاب پیروز شد. داستان انقلاب ما هرگز تمام نشد. سالها پیش از انقلاب علیه شاه، خود او حرکتی را با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت آغاز کرده بود. انقلاب سفید یک رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود که شاه به موازات بستن فضای سیاسی پیش می برد. از جمله سهیم کردن کشاورزان در مالکیت زمین و دادن حق رأی به زنان. اما این اصلاحات مخالفان سرسختی داشت، مخصوصاً آیت الله روح الله خمینی. او بازداشت شد. 15 خرداد 1342 هوادارانش با ماموران امنیتی درگیر شدند. شماری از معترضان کشته شدند. آیت الله خمینی پس از آزادی به اعتراض علیه حکومت و شاه ادامه داد و از حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران به تندی انتقاد کرد. او به خارج از ایران تبعید شد. اما خاطره تلخ آن دوران هرگز نه از یاد او رفت نه از یاد شاه. انقلاب ایران توده های وسیع کشاورزان و دهقانان را از قید ارباب و رعیتی رهایی بخشید. در آستانه 15 سالگرد انقلاب سفید، مقاله ای از طرف دربار با اسم مستعار در روزنامه اطلاعات چاپ شد که هویت ملی و اعتبار مذهبی آیت الله خمینی را زیر سوال برده بود. نویسنده مقاله نوشته بود که روح الله خمینی عامل حزب توده و زمینداران بزرگ بوده تا با انقلاب سفید مقابله کند. هواداران آیت الله خمینی در قم اعتراض کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عده‌ای کشته شدند. 40 کشته شدگان واقعی قم در تبریز به درگیری مرگباری انجامید. جلوم های خونین از این شهر به آن شهر تکرار شد. در این میان تعداد زیادی بانک، سینما و اماکن دیگر هدف حمله قرار گرفت. شاه گفت در حالی که او به مردم ایران نوید تمدن بزرگ می‌دهد، مخالفان اسلامگرا و کمونیست وعده وحشت بزرگ می‌دهند. آتش سوزی سینما رکس آبادان صدها کشته به جا گذاشت. مخالفان گفتند کار حکومت بوده تا آنها را بدنام کند. حکومت تکذیب کرد، اما تکذیبیش آبی بر آتش ناآرامی نریخت. با ناآرام‌تر شدن فضا، نارضایتی از عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت هم نمایان‌تر می‌شد. با ادامه اعتراض‌های خیابانی در تهران، مقررات حکومت نظامی اعلام شد. اما معترضان اعتنا نکردند. هفدهم شهریور 57، ده‌ها نفر کشته شدند. مخالفان شمار کشته شدگان را تا هزاران نفر بالا بردند. آیت الله خمینی بعد از 14 سال تبعید در عراق تحت فشار قرار گرفت و در نهایت راهی فرانسه شد. او آنجا در کانون توجه بین المللی قرار گرفت. رسانه ها با او مصاحبه می کردند و او برای هر کس که می خواست پیام می فرستاد. در ایران بیش از 1000 زندانی سیاسی آزاد شدند. اما ناآرامی پایان نگرفت. اطراف دانشگاه تهران درگیری‌های مرگباری رخ داد. شاه دولت را به ارتش بود غلامرضا ازهاری سپرد. شماری از مقام‌های حکومتی به اتهام فساد و بدرفتاری بازداشت شدند. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. دولت نظامی نتوانست اوضاع را آرام کند. اعتصاب های گسترده مخصوصا در صنعت نفت بحران را عمیق تر کرد. صادرات نفت قطع شد و مردم با کمبود شدید سوخت مواجه شدند. در تاسوعا و عاشورا تظاهرات بزرگی به راه افتاد. معترضان خواهان پایان حکومت پهلوی و بازگشت آیت الله خمینی به ایران شدند.
شاه یکی از مخالفان قدیمیش را به نخست وزیری منصوب کرد. شاپور بختیار از چهره‌های شاخص جبهه ملی بود. او با شروطی نخست وزیری را قبول کرد، از جمله مقید شدن شاه به قانون اساسی مشروطه، انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک و آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در جزیره گوادلوپ واقع در منطقه کارائیب مشغول گفتگو درباره مسائل مهم بین المللی از جمله تحولات ایران بودند. طبق اسناد محرمانه دولت آمریکا که بعدها منتشر شد، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا گفت سیر تحولات باید در این جهت باشد که ایران کشوری با ثبات، مستقل و مترقی باشد و در این حال دوست غرب و منبعی مطمئن برای صدور نفت باقی بماند. طبق این اسناد آیت الله خمینی بعداً در جواب سوالات فرستاده دولت آمریکا وعده داد که اگر آمریکا از حمایت حکومت ایران دست بکشد و بگذارد انقلابیون به قدرت برسند، روابط دو کشور دوستانه خواهد بود. آمریکا از شاه خواست زمام امور را به بختیار بسپارد و از ایران خارج شود، اما فرماندهان ارتش بمانند و حافظ روابط نزدیک ایران و آمریکا باشند. کارتر جنرال رابرت هایزر را به ایران فرستاد تا به امرای ارتش بگوید که محکم سر جایشان بنشینند و مشکل را پیچیده‌تر نکنند. از آن طرف آیت الله خمینی شورای مخفی انقلاب را برای هماهنگی انتقال قدرت تشکیل داد. شاه با خانواده‌اش از ایران رفت. گفت برای استراحت می رود، اما سفری بی بازگشت بود. سفرش از مصر آغاز شد و پس از سرگردانی در چند کشور در مصر پایان یافت. بعدها همانجا درگذشت. او در سالهای آخر عمرش با سرطان دست و پنجه نرم می کرد. بختیار دولتش را آخرین فرصت برای دموکراسی و حل مسالمت‌آمیز بحران معرفی می‌کرد. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. بختیار زیر فشار سنگین مجبور شد راه را برای بازگشت آیت الله خمینی به ایران باز کند. او به محض ورود دولت جدیدی تشکیل داد. ایران حالا دو دولت داشت که هر یک دیگری را نامشروع می دانست. میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، خب واضح است این یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. دولت آقای مهندس بازرگان الان یک دولت شرعی اسلامی است. آیت الله خمینی مهدی بازرگان را که چهره ملی و مذهبی بود به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد. در این هنگام همافران نیروی هوایی ارتش و انقلابیون مسلح با گارد شاهنشاهی درگیر شدند. در نهایت شورای عالی ارتش اعلامی بی‌طرفی کرد و سربازان از خیابان‌ها عقب نشستند. انقلابیون اماکن دولتی را تصرف کردند. انقلاب پیروز شد. بختیار مدتی مخفی بود و بعداً از ایران گریخت. او سالها بعد در فرانسه به قتل رسید. فرهنگی بنده چه کار کرد؟ پس از انقلاب بسیاری از کارگزاران دوران قبلی اعدام شدند، ولی پاکسازی بقایای رژیم گذشته پایان ماجرا نبود. کاری بشه باید در نطفه خفه بشه. شاه هم همین میگه، هر کی با هم مخالفت باید بمیره. اینم که همین میگه شاه هدف شاه چه بردیم کشته شده. هدف شاه با امام زمین تا آسمون فرق بود. شاه با امام نیاری کاری فکری فکر کردید شما را میندازید میشه. ما همه توده ایران هدف اینا چیه؟ هدف اینا پرچم لا اله الا الله حکومت جمهوری اسلامیه، هیچ چیز دیگه. بله بقیه چیزی دیگه نیست. در یک همه پرسی اکثر مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.
بیا. اما طولی نکشید که نیروهای موسوم به حزب اللهی رویاروی دیگر اندیشان قرار گرفتند. آیت الله خمینی سیاست پاکسازی عرصه سیاسی و مطبوعاتی را اعلام کرد. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند میگذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چمه نوشتجاتی که اینها کردند و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم. طی ماه‌ها و سال‌های آینده اسلام‌گرایی و آمریکا ستیزی سیاست غالب حکومت شد و دیگراندیشان از میدان بدر شدند. ولی اسلام‌گرایان هم نتوانستند شرایط مطلوبشان را کاملاً حاکم کنند. ما جامعه اسلامی نداریم. ما دولت اسلامی هم نداریم. اون مراحل چندگانه‌ای که ما مطرح کردیم تو دولت اسلامیش هنوز ما موندیم. بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است. طرفداران حکومت به دستاوردهای انقلاب اشاره می‌کنند، ولی بسیاری دیگر معتقدند که در مجموع وضع بهتر نشده و در مواردی بدتر هم شده. پارسال در خواستگاه اعتراض‌های انقلابی شعارهای سلطنت طلبانه سر داده شد. بله خب همیانون گرامی، من بعضی اوقات شاید به دلیل سن بالا هم باشه مسائلی رو که مطرح میکنم میره تو حاشیه و اصل مطلب رو بعضی وقتا دور میشم ازش. داشتم در مورد روسیه و چین میگفتم، دو تا کشوری که نیروی اتمی دارن بالای نمیدونم مثلا چند هزار تا، هم روسیه هم چین کلاهک اتمی هستن، قدرت نظامی وحشتناک دارن. چین که میدونید میتونه در آن واحد 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون آدمو بسیج کنه به عنوان سرباز و بزرگترین زرادخانه رو روسیه داره. با وجود این شما نمیبینید که نه پوتین و نه رهبران چین آمریکا رو تهدید کنن که ما شما رو نابود میکنیم. این جمهوری اسلامی و این وحوش فعلا حاکم در سپاه پاسداران که چهار تا موشک کجوکوله رو برداشتن درست کردن، نمیدونم کارخونجات زیرزمینی نشون میدن و بچه گولزن و ادعا میکنن که ما دشمن اصلیمون آمریکاست، ما با آمریکا طرفیم. بارها هم گفتن اسرائیل عددی نیست. آقای نتانیاهو هم جواب داده، گفتی شما که میگی ما تل اویو و حیفا رو ور میداریم بمبارا میکنیم مرد میکنیم از صحنه گیتی، یادتون باشه اگه این خطا رو انجام بدین این جشنی که امسال گرفتین آخرین جشنتون خواهد بود. یا اینا میگن ما رفتار آمریکا از رفتار آقای ترامپ و آمریکا تعجب میکنیم. تعجب نداره، شما 40 ساله پرچم آمریکا رو زیر پاتون گذاشتین و توهین کردین بهش. حالا مرگ بر آمریکا و اینا، حالا تازه رهبرتون میگه منظور ما از مرگ بر آمریکا آقای جان بولتونه، آقای ترامپه، نمیدونم آقای کیه، ولی نمیگه که پرچم چی. شما وقت که پرچم که علامت یه ملتی رو بنده زیر پاتون میذارین توهین میکنین، یعنی مردم آمریکا، یعنی جامعه آمریکا رو به سخره میگیرید. خب وقتی این کارو میکنید اونا هم به خودشون اجازه میدن که بگن شما، یعنی واقعیت رو بگن، چون تا به حالش نمیگفتن دیگه. حالا میگن این دولتی که در ایران مستقره دولت تروریست پروره و تروریسته. راست میگن. کی فاطمیون و زینبیون درست کرده و به سوریه اعزام کرده، سوریه رو به خاک و خون کشیده و از یک دیکتاتور دزد مثل اسد طرفداری کرده؟ اون چه حکومتیه که رفته به یمن و یمن رو چنون به بدبختی کشته که میلیون میلیون نفر مردم یمن بیچاره شدن،
نان ندارن بخورن، درست مثل مردم خودمون شدن، درست مثل مردم سوریه شدن، یا تمام منابع ایران رو در اختیار حزب الله گذاشتن و یا در اختیار حماس و جهاد اسلامی. این یعنی تروریست پروری نیست؟ خب وقتی شما این کارا رو میکنین به وسیله بازوهای عملیتون، یعنی حزب الله، حماس و جهاد اسلامی، مرتبا آدما رو میگیرید و باج‌خواهی میکنید، اینا تروریست بازی نیست؟ یادتون رفته در لبنان و در بیروت چند نفر از آمریکایی‌ها رو کشتید یا اسارت گرفتید و در برابر پول و آزادی بعضی از این تروریست‌ها اونا رو آزاد کردید؟ کمان که الان در ایران هم دارین کاری میکنین. بنابراین اگه به شما میگن تروریست و تروریست پرور، چرا بهتون بر میخوره؟ این حلبی به دوشای شما در سپاه پاسداران دائم عرض اندام میکنن، مثل لاتای دوره قدیم چاقو میگرفتن دستشون هی رجز میخوندن. این رجزا رو برای چی میخونی؟ مخالفین مثل یه انسانی که مخالف یکی دیگر هست اظهار نظر کنی؟ چرا تهدید میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ اگر آمریکا جرأت کنه به ایران حمله کنه، نمیدونم تمام منطقه رو با آتش و خون میکشیم. شما خیال میکنید قدرت درجه یکی؟ من یه دفعه گفتم یه ناو هواپیمابر آمریکایی با 8000 پرسنل، با 7-8 طبقه، با صدها هواپیما و هلیکوپتر و موشک میتونه شما رو به خاک سیاه بشونه، همین بغل گوشتون تو دریای عمان و تو اقیانوس هند. شما چه قدرتی هستی جز 4 موشک؟ بعد آقای نصرالله، حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، آقای ظریف رفته به بیروت، بهش گفته امیدوار هستم که با وجود فشارهای بین‌المللی شما به کمک‌های خودتون به جبهه مقاومت و حزب الله ادامه بدید. خب بله، سفره خیال میکنه پهنه و اینها میتونن از این خان استفاده کنن، چرا نه؟ یه دفعه گفت که گفت ما پول فشنگامونو، پول موشکامونو، پول خانه‌هامونو، پول کارمندامونو، پول اینا رو همه رو جمهوری اسلامی میده و ما رو درواسی هم نداریم بگیم. همین نصرالله گفت از پول مردم ایران. بله، اما خبر دیگه که جالبه شاید برای شما این هستش که رادیو فردا از قول 2 روزنامه بریتانیایی مدعی شد که، یعنی این روزنامه ها مدعی شدن که سازمان های جاسوسی اسرائیل، بریتانیا و ایالات متحده در یک عملیات مشترک یک دانشمند هسته‌ای ایران رو با قایق بادی جزو مهاجرین به بریتانیا بردن برای اینکه سر صدای جریان در نیاد و او تمام اطلاعات اتمی و موشکی ایران رو در اختیار اینا گذاشت. اما نه اسمش رو گفتن، نه تاریخی که دقیقاً چه زمانی بوده و اینکه چرا او رو قاطی مهاجران کردن و بردن. حالا الان کجاست؟ در بریتانیاست یا در آمریکا؟ من براتون گفتم همینانی گرامی، آدمایی رو که با پول میخرن مثل جمهوری اسلامی سعی میکنن پول بهشون بدن و اینا رو بخرن، چون اینا که اعتقاد ندارن. یه آدم با شعور تحصیل کرده که نمیاد نوکر جمهوری اسلامی باشه. همه اینا که دور و بر اینا هستن پولکی هستن، میبینید که جای مهر رو پیشونیشون مثل گاو، ولی به محض اینکه به پول رسیدن مثل خاوری در میرن، میرن به کانادا و میره تو قمارخونه قمار میکنه. همونا که دائم دلاراست میشدن و نماز میخوندن و علامت مهر رو پیشونیشون، اینا نوکر پولن، نه نوکر جمهوری اسلامی. بذارید
سقوط رژیم سرعت بگیره تا بهتون بگم روزی ده ها نفر صد ها نفر از همین حلبی به دوشا و دوروری های خامنه ای فرار میکنه از همین آخونده حتی برای اینکه عاقبت به شر نشن. بله اما فرصت دیگر نیست، اجازه بدید که طبق معمول روزهای سه‌شنبه که من قولش رو دادم عسل پهلوان نازنین بیا تو این برنامه و راجع به زندانیان سیاسی که خیلی برای من مهم من اونا و من معتقدم که اینها مبارزینی هستن که راجع بهشون کم صحبت میشه. راجع به زندانیان سیاسی در ایران عسل پهلوان صحبت بکنه. میدونید عسل پهلوان مدیر روزنامه فردوسی هفتگی فردوسی امروزه با عباس پهلوان نازنین که از دوستان بسیار قدیمی منه و از افتخارات جامعه مطبوعاتی است. عسل مدیر فردوسی امروزه و در فردوسی امروز عسل راجع به زندانیان سیاسی دو صفحه و نیم مطلب می‌نویسه هر هفته و برای من جالب بود در این تلویزیون که متاسفانه ما تعداد برنامه سازان مردمون بسیار زیاده، اصلا برنامه ساز زن کم داریم، یکی داشتیم که خانم افشار بود، اونم البته سیاسی رو عرض میکنم، متاسفانه ایشون تا یه مدتی با ما همکار نخواهد بود. برای من موقعیت مغتنمی است که از عسل دعوت کنم، عسل پهلوان نازنین، که بیاد و در این برنامه با من همکاری کنه. خب عسل جان خوش آمدید. درود به شما، درود به بینندگان خوبتون، مرسی از دعوتتون و خوشحالم که خواهش میکنم خوشحالم که بار دیگه با شما عزیزان در این برنامه هستم و مرسی از دعوتتون. همونطور که آقای فرجی عزیز اشاره کردن، زندانیان سیاسی اجتماعی در ایران روز به روز تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه، همچنین زندانیان واقعا مذهبی، یعنی به خاطر دینی که دارن، بهایان ما هستن، مسیحیان ما هستن که در زندان هستن، دراویش هستن که در زندان هستن و شرایط بسیار سختی رو نیز دارن. در همین هفته اشاره به زندان قرچک ورامین باید بکنم که در قسمت زنان درگیری به وجود اومده بود که گارد امنیتی شدیداً باشون برخورد کرده و دلیل اصلی این اعتراض زنان در داخل زندان به دلیل مسائل بهداشتی و موقعیت بوده و همچنین عفی که قرار بود، من اسامی عفو رو ندیدم ولی قرار بود که به قول گفتنی خودشون 22 بهمن آزاد کنن، یک عده رو که اصلا ربطی به سیاسی نبوده و در زنان هم خیلی کم اتفاق افتاده. اصلا جان این جالبه میونه حرفت، ببخشید. خواهش میکنم. توی زندان اینا گاز اشکاور پرتاب کردن، بله. توش فلفل بوده، گاز اشکاور توام با فلفل و نمیدونم چیزهای دیگه که زنها برای اینکه حالت خفگیشون از بین بره ناچار شدن دوشکاشون آتیش زدن و تختها رو آتیش زدن تا بتونن از این دود حاصل از اینا نجات پیدا کنن. بله هیچ رحمی، یعنی در واقع هیچ رحمی هم نمیکنن. این مسئله نیست که فقط امروز در زندان قرچک ورامی دیدیم، ما چندی پیش در زندان اوین دیدیم، در زندان رجای شهر دیدیم، در اعتراضاتی که زندانیان کردند و این رو ما بارها و امروز میبینیم در زندان قرچک ورامین. بریم به زندانیان این هفته که دوست داشتم اشاره بکنم به بله جالبه که میثم، در مورد آقای میثم من باید یک نکته رو، میثم بهرام آبادی، آقای میثم بهرام آبادی کسی است، یک شهروند اهل کرج هستش که در تاریخ 10 بهمن توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شعار نویسی محکوم شده و قراره که محاکمه بشه. ایشون رو نیروی امنیتی بازداشت کرده و در حال حاضر در زندان اوین به سر میبرن.
آقای میسم اسمش حالا من فراموش شد، بهرام آبادی، ایشون 26 سال بیشتر ندارن. در مورد آقای وکیلی که تنها در ایران هستش که با وکلای ما این چنین میکنن، در مورد آقای من مسعود شمس نژاد، این عزیزانی هستن که اخیراً چون دستگیر شدن من اسامیشون رو یه مقدار مثل بقیه که هر تکرار میکنیم کمتر آشنا هستن، ولی آقای مسعود شمس نژاد وکیلی هستن که به 6 سال حبس محکوم شدن در شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه. اتهامات ایشون مثل بقیه تبلیغ علیه نظام و عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام اعلام شده. البته ایشون رد کردن و حالا قراره که به دادگاه تجدید نظر برسه و حالا ببینیم که در دادگاه تجدید نظر چه بر سر ایشون میاد. آقای مسعود شمس نژاد در اردیبهشت ماه سال 1393 هم از در دادگاه انقلاب محکوم شده بودند، البته حکمشون 4 ماه بیشتر نبود. خانم آتوسا احمدایی، خانم آتوسا احمدایی شهروند بهایی ما هستند که در زندان اوین به سر میبرند و از وضعیت ایشون هیچ خبری در دسترس نیست. ایشون در حال در واقع اول گفتن که ایشون در سلول انفرادی بند 241 زندان اوین به سر میبرن و متاسفانه تا به امروز که چندی نیز میگذره هنوز با خانوادهشون نتونستن ملاقاتی داشته باشن و حتی تماس تلفنی هم ندارن. خانم آتوسا احمدایی رفسنجانی در واقع در تاریخ 30 دی ماه 1397 توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصشون بازداشت شدند و متاسفانه هنوز در زندان در سلول انفرادی به سر میبرن. عزیز دیگری که باید بهشون اشاره کنم آقای بله میتونیم بریم به عکس بعدی میاره. بله بله هنوز نمیدونم. بله حمیدرضا امینی، حمیدرضا امینی من بارها از ایشون صحبت کردم. ایشون یک فعال تلگرامی هستن که در زندان اوین به سر میبرن، وضعیت نامناسب جسمی دارن که ایشون رو به بهداری منتقل کردن و سردردهای بدجوری ایشون دارن و از لحاظ گوارشی شدیداً ناراحت هستن. هفته پیش هم در مورد صحبت کردم ولی خانوادهشون اعلام کردن که واقعا شرایط ایشون خیلی بده. عکس دو فرزندشون رو در اون گوشه میبینیم که میخوان که پدرشون رو آزاد کنن و شرایط همونطور که گفتم شرایط بسیار سختی که ایشون در زندان دارن. بریم به زندانی دیگری که من هر موقع بله آقای امیر حسین میر اسماعیلی، آقای امیر حسین میر اسماعیلی کسی هستن که در حال حاضر در زندان هستن و به 6 در واقع به طور کل 10 سال بهشون حبس داده شده و البته توهین به مقدسات، توهین به مقامات مسئول و البته تقاضا کردن که به دادگاه تجدید نظر بشه برسه. محمد حسین آقاسی وکیل ایشون هستن و اعلام کردن که این حکمی که به آقای امیر حسین میر اسماعیلی دادن حکم واقعا نادرستی است، چرا که 10 سال حکم دادن به یک کسی که توهین به مقدسات یا توهین به مقامات این بسیار زیاده. فقط در ایرانه که همچین اتفاق میفته که یک حکمی برای یک نفر صادر میکنن که 10 سال توهین به مقدساته و فقط در ایرانه که وقتی که وکیلی رو خانم فرزانه زیلابی وکیل آقای اسماعیل بخشی رو میبینیم که ایشون رو میخوان و به دادسرا با دادسرای انقلاب ایشون رو میخوان که بره و در اونجا یک حکمی بهشون ابلاغ میشه. در هیچ جای دنیا وکیلی نیست که
ابلاغش کنن و بخوان محکومش کنن. حالا قراره که ایشون قرار بوده که ایشون پریروز به دادسرا بره، گفته این کار غیر قانونی حساب میشه و خلاف قانونه و میخوان که در مورد آقای بخشی، حالا آنچه که ازش میخوان رو امروز ما نمیدونیم، مطمئنا در هفته آینده در این زمینه به طور گسترده صحبت خواهم کرد و خواسته ای که از خانم فرزانه زیلابی میخوان. خانم فرزانه زیلابی همونطور که گفتم وکیل آقای اسماعیل بخشی هستند، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که حکمی که به ایشون دادن، چند حکمی که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات و حکمای دیگری که به آقای بخشی دادن، و حالا باید ببینیم که چه بر سر خانم فرزانه زیلابی وکیل آقای بخشی میاد. در مورد آقای بهنام ابراهیم زاده، آقای بهنام ابراهیم زاده یکی از انسانهای شریفی است، یک فعال کارگری است که بارها در گذشته من از آقای بهنام ابراهیم زاده با خانواده ایشون در تماس بودم، با خود ایشون در زندان در تماس بودم که چندی نیست که ایشون آزاد شده. وقتی هم که آزاد شدن هدف اصلیشون زلزله زده ها بودن، به کودکان، فرزند خودشون بیمار بودن، بیمار هستن، نیما سرطان دارن و شرایط خوبی نداشتن. البته امروز مقداری بهتر شدن، ولی واقعا آقای بهنام ابراهیم زاده هدفش کمک رسانی به زلزله زدگان سر پل ذهاب بود، ولی متاسفانه چندی است که ایشون رو هم بازداشت کردن. در تاریخ 26 دی ماه ایشون رو بازداشت کردن، در سلول انفرادی 2 الف سپاه بود و هنوز هم از ایشون خبری در حال حاضر در دسترس نیست، ولی اونچه که گویا باز مثل همگی تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های تلگرامی به حساب اومده. حالا قرار چه حکمی، هنوز دادگاهشون تشکیل نشده، ولی متاسفانه از 26 دی ماه ایشون در زندان به سر میبره. از شاعری باید بگم آقای ژاکان باران. آقای ژاکان باران شاعر هستن، اسم اصلی ایشون حسین باقری است که در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ملکشاهی دادگاهشون برگزار شده. معصومه فیلی وکیل این شهروند در خصوص نحوه برگزاری دادگاه با اشاره به ناقص بودن پرونده گفته که مدارکی که اینها دادن ناقصه و اصلا حکمی که برایشون دارن صادر میکنن به ناحقه و اتهاماتی که بهشون زدن. از شاعر به نویسنده و طنز نویس اشاره میکنم، آقای کیومرث مرزبان. آقای کیومرث مرزبان هم نویسنده و طنز نویسی هستند که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی که اتهام بهشون زدن و توهین به مقدسات اتهام ایشون بوده. آقای کیومرث مرزبان نویسنده و طنز نویس 26 ساله‌ای هستند که 8 سال حدود تازه به ایران برگشتن و در تاریخ 4 شهریور توسط نیروی امنیتی در منزل خودشون بازداشت میشن، توسط و از جمله لپتاپشون و موبایلشون و همه اینها رو ضبط میکنن. آقای کیومرث مرزبان از مالزی به ایران سفر کرده بودن و کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته بودن. البته امروزه می‌بینیم که نویسنده، روزنامه‌نگار، وکیل فرقی نمی‌کنه، هر کدوم از این عزیزان در هر رشته‌ای که باشن هر نوع فعالیتی رو جلوش رو می‌گیرن و اذیتشون می‌کنن و زندانی‌های بزرگ. می‌خواستم به این موضوع اشاره کنم. ما در دنیا انواع و اقسام حکومت‌های استبدادی داریم، ولی حکومت استبداد دینی که حکومتی که ایدئولوژیش مذهبی باشه ما کمتر داریم در دنیا، سابقه نداریم. ولی اینا به قدری خباثت نشون دادن در این حکومتشون که حیرت آوره. یعنی هیچ فرمی، هیچ حکومت استبدادی در دنیا تا به حال این کارایی که اینا کردن نکردن. از جمله اینا دادگستری رو به سخره گرفتن قوانینشو. یعنی برای اولین بار در دنیا یه وکیلی میاد از یه نفر دفاع میکنه
و دفاع حق هم میکنه، حقوق او رو یادآور میشه به اون رئیس نمیدونم دادگاه قلابی، دادگاه 10 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای که اگر اجازه بدن حرف بزنه، یا حتی تو دادگاه راش نمیدن ولی خب اون یه اعتراضاتی میکنه. اینو میگیرن به جرم این که به رژیم توهین کرده، به قانون اساسی توهین کرده، به رهبر توهین کرده و به نظام توهین کرده، میفرستنش زندان 5 سال، 6 سال، 7 سال، یا دست اون مقیسه میدن یا سلواتی، این جانیایی که به اسم قاضی اونجا وجود دارن، بعد اینا رو زندانی میکنن، بعد در عوض یه لیست تهیه میکنن، نوکران و چاکران خودشون رو تو این لیست میارن، دارن دیگه از این حزب الله. بعد به کسانی که بر علیه اینا، چه در مطبوعات، حالا بر علیه هم نم، یه مقاله نوشتن، یه طنز نوشتن به قول اسد، یا نمیدونم یه مطلبی توی فیسبوک نوشتن، اینا رو میگیرن میگن شما فقط میتونین از میان این لیستی که ما در اختیارتون میذاریم وکیل انتخاب کنید. یعنی این خباثت رو در هیچ حکومت شما نمیبینید که مستقیم میرن سراغ وکلایی که حتی کارشون اینه که تو دادگاه که نمیذارن برن، توی یه لایحه‌ای بنویسن یا تو دفاعیه‌ای بنویسن یا منعکس بکنن که آقا این کسانی که شما گرفتید این جرما رو نکردن، مثل وکیل آقای بخشی، خانم قلیان یا دیگران، عبدالفتاح سلطانی، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی، زرفشان و خانم نسرین سودی، افرادی بودند که دفاع میکردن از زندانیان سیاسی. خانم نسرین سودی بارها بارها از زندانیان دفاع کرده. عبدالفتاح سلطانی که امروزه الان البته به مرخصی آمده، چندین و چند سال در زندان بوده و به خاطر مرگ دخترشون ایشون رو آزاد کردن و مرخصی بهشون دادن، و محمد نجفی که فقط به خاطر دفاع از کشته شدگان 88 امروزه اگر در زندانه به خاطر دفاع از کشته شدگان 88. اینا همه وکیل هستن و میبینیم که همونطور که شما واقعا اشاره کردین و اشاره بسیار درستی، فقط این اتفاق در ایران میفته و هیچ جای دیگه هم هیچ جای دیگه هم چیزی. و اینجوری مثلا امام جمعه خوزستان، یه آدمی هست به اسم آقای جزایری، محمد علی موسوی جزایری، که یک قیافه، الان از امیر خواهش میکنن یک قیافه زیبای او رو نشون بده. من از این نظر میگم زیبا که یه دفعه یه نهی آخوندا میگفت خداوند متعال کسانی رو که برای تشیع تبلیغ میکنن زیبا آفریده. من هرچی تو اینا گشتم نمیدونم چه زیبایی مد نظر ایناست، ولی تو اینا که این جانورانی که توی به اصطلاح مجلس خبرگان هستن، یا اون جانوران آخوندی که در طویله مجلس هستن، من تو اینا نگاه کردم، یا شورای نگهبان و سایر جا، والا قیافه‌ای که بگم که این زیبایی خدادادی رو خدا به این رهبران تشیع داده پیدا نکردم. اگه شما پیدا کردید به من خبر بدید. حالا این آقای امام جمعه خوزستان، محمد علی موسوی جزایری، کاش که امیر پیدا کنین عکسش رو نشون بده، ایشون رفته بریتانیا. اولا یواش و یواش منظورم اینه که به آهستگی رفته و از خیلی هفته‌های قبل که کسی سر صداش در نیاد، گفتن ایشون مریضه، بعدا معلوم مردم گفتن ایشون مرده، بعد معلوم شده ایشون رفته انگلیس برای نمیدونم معالجه یا برای تفریح، بعد خط سیرش رو گرفتن دیدن در آلمان داره میچره میگرده با پول مردم ایران دیگه، بعد حالا که گنده کار در اومده گفتن آقا ایشون مردن، اینا دفترش تکذیب کرده. ببینید چی گفته: مسئول امور رسانه‌ای نماینده ولی فقیه در استان خوزستان روز سه‌شنبه 23 بهمن، همین امروز، گزارش ها در خصوص مرگ محمد علی موسوی جزائری امام جمعه اهواز را رد کرده و گفته وی در بریتانیا در حال تبیین آرمان های انقلاب است. یعنی با پول مردم ایران طرف رفته اروپا داره میچره، بعد برای کلاهبرداری میگن ایشون رفته در بریتانیا داره تبیین میکنه آرمان های انقلاب. برای کی تبلیغ میکنه؟ حتما آقای بهنود و آقای ماجران اینا دعوتش کردن، نمیدونم، ولی در هر صورت امکان داره آقای فرجی. بله امکان، همه چی امکان داره، خیلی زیاد. از این دوستا هرچی بگی برمیاد. خیلی دوست داشتم
در مورد این دوستانی که در بریتانیا هستن، بله این چهره زیبای این آغاز که چون در معتقد به تشیع هست، خداوند زیبا آفریدش، این حرفاییست که یه آخون سر منبر زده بود. در اساس سپاسگزارم اصلا جان، خواهش میکنم، خواهش میکنم برای شرکت در این برنامه بسیار. و من این روجه رو فردوسی هم این هفته نشون بدم که بله. فردوسی این هفته خانم مسیح علی‌نژاد و آقای احمد باطبی رو جلد هستن که در مورد رفتنشون به با آقای پومپئو و آقای، البته آقای باطبی فقط دیدار کوتاهی داشتن. آقای در صورت شماره 446 هستش که هر کی گفتم، من هم بارها گفتم اگر این برنامه رو میبینید من به طور رایگان، البته دادم هفته پیش از شما چفنهون چند نفری ایمیل کرده بودن که من به طور رایگان عزیزانی که در ایران هستن به طور از طریق اینترنت بهشون رایگان مجله فردوسی رو براشون میفرستم. خیلی سپاسگزارم اصل جان، سپاس از امیر شورتی و سپاس از شما همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردین. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.